با سلام. جلسه قبل در خصوص یک سری ضربات دست راست با هم صحبت کردیم و یک سری تمرینات رو در این خصوص با هم انجام دادیم. در این جلسه به صورت اختصاصی قصد داریم که ضربه چپ رو به شما آموزش بدیم. ضربه چپ با 3 انگشت کوچیک، انگشت حلقه و انگشت وسط در ناحیه میانی دف که تقریبا این قسمت دف میشه نواخته میشه. نوت این ضربه بر روی خط دوم حامل نوشته میشه و علامتی که روی اون قرار میگیره علامتی شبیه به عدد 7 هست. در تمرین اول که مختص دست چپ هست، یک قطعه 4/4 داریم که همونطور که خدمتتون گفتیم 4/4 به معنای این هست که 4 کشش سیاه یا معادل اون توی هر میزان ما داریم. پس شمارش اون به این شکل خواهد بود. 1 2 3 4 دقت داشته باشید که در ابتدا ممکنه که صدای دست چپ شما به صورت قوی شنیده نشه و این یک امر بسیار طبیعی هست و به مرور زمان و با انجام تمریناتی که ما خدمتتون ارائه میدیم این نقیصه برطرف خواهد شد. به این نکته توجه داشته باشید که در هنگام نواختن ضربه چپ دست راست شما با پوست برخوردی نداشته باشه و با فاصله نگه داشته بشه. به این صورت. در این تمرین با یک نوت جدید مواجه شدیم که اون سکوت نوت سفید بود. همونطور که میدونیم نوت سفید خودش 2 ضربه. پس اینجا چون سکوت سفید داریم به اندازه 2 ضرب باید سکوت کنیم. ضربه چپ ضربه ای هست که توی اون دست باید کاملا چرخش داشته باشه و شما باید بتونید که در ابتدا دستتون رو کامل مچتون رو بچرخونید و بعد ضربه رو بنوازید. موردی که لازم هست به اون اشاره کنم این هست که دست چپ برای افراد راست است، چون دست مخالف هست، ضعیف‌تر از دست راست عمل می‌کنه و ضرباتی که با دست چپ نواخته میشه نیاز به تمرینات بیشتری داره نسبت به ضربات تون و بک با دست راست نواخته میشه. برای همین منظور شما میتونید از تمرینات متوالی دست چپ برای قوی شدن این دستتون استفاده کنید. تمرینات متوالی میتونه به این صورت باشه. 1 2 3 4